آخرین لحظات زندگی. در این روزها به ندرت واقع می شود که درباره مرگ فکر کنیم و یا سر به گریبان کرده با خود راز نیاز کنیم. در این شک نیست که هر یکی از ما فقط برای مدت چند موقتا در این دنیا زنده خواهیم بود. دیروز و دیشب درست مانند 20 سال قبل برقاسا و به سرعت سپری شد. امروز هم می گذرد و فردا و پس فردا و تابستان ها و خزان های پرخم و پیچ زندگی مانند 20 سال قبل خواهند گذشت. زمان که می گذرد و می گذرد، اما با گذشت زمان کی داند که من و تو در قید حیات خواهیم بود؟ آیا این زیبایی و نشاط جوانی توان و بند بازو با تو خواهد ماند؟ و یا اینکه روز خود را مریض و رنجور و فلج و بیمار خواهی یافت؟ و یا زیر توده های خاک تنهای تنها در قبر تنگ و تاریک؟ اینها سوالات است که جوابش را نداریم. کی می داند که چند لحظه بعد چی می شود؟ مرگ و میر و سکرات موت آنقدر آسان نیست که ما فکر می کنیم، و یا به این آسانی خبر مرگ فرد را به کسی می رسانیم که فلانی سکته کرد و فلانی مرد. بنده را بندگی و عبادات می بایدد، نه سرکشی و غرور، و این امر تنها خاصه انسان ها نیست، بلکه جنیات را نیز عبادت خداوند متعال لازم است. در این فیلم مشاهده می کنید که طبق فرموده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اخراج روح از پاها شروع شده تا آهسته آهسته بالا آمده و بالاخره به حلق می رسد. این از دنیایی که ما به او چنگ زده ایم و دل را بدو بستیم، عمر عزیز را در کف دستش گذاشتیم و ارچه دنیا و دنیا دارند گفتند بر اسم دنیا و خواهشاتش شنیدیم و کردیم. فکر میکنی بس نیست؟ اگر بس نیست غم مخور، خاک را کافی و بسنده هست تا دهن و شکم و چشم های گرسنه و حریص انسان را پر کند. آره، اما خاکی که ملائک کالبدش را به امر خداوند ساختند و خداوند متعال در او روح پاک خودش را دماند. بله، اما خاکی که آدم شد، سخن آموخت و سخن گفت. اما خاکی که ملائک که همیشه طاعت خداوند متعال را می کنند، با حرمت و پاکی و مقام عالیشان به او سجده کردند.